الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. صدق الله المولانا العظيم. پروردگار ما در مطلب دومی که از آیه که در حقیقت از آیه 10 تا آیه 25 ادامه پیدا می کند ترغیب می دهد به اتباع اوامر الهی، به ذکر نعمت تمکین در زمین و نعمت خلقت و تفصیل بنی آدم بر مخلوقات، در ضمن هشدار می دهد از پیروی شیطان. در این آیات در حقیقت برای ما شما ابتداعا تذکر از نعمت تمکین در زمین می کند، به این تعبیر که نخست از همه الله متعال انسانها را به اجابت دعوت به اتباع ما انزل الیهم که قانون الهی است دستور می دهد و ابتدای سوره سر زمین بحث کرد. بعد مخالفان را به عذاب دنیا و آخرت تهدید کرد. اکنون در این آیات در برابر سه نعمت بزرگی که خداوند متعال به انسان عطا کرده است، به پیروی ما انزل الیهم اونها را ترغیب می دهد. ابتداعا نعمت تمکین در زمین و جا گرفتن در زمین که در حقیقت حاکی از عظمت منزلت و مقام و نقش انسان در جهان هستی است، او را ایتو بیان می کند که ولقد مکناکم فی الارض و جعلنا لکم فیها معایش، و ما شما را در زمین تسلط و حکومت بخشیده و برای شما در زمین انواع وسایل زندگی را آفریدیم. این در حقیقت مالکیت را بر شما عطا کردیم و شما را قدرت و توانایی دادیم تا بتوانید به تعبیر خودتان و خواسته های خودتان زندگی بکنین و بهره مند شوید از نعمت های الهی. و طبیعی است که این تمکین بدون وسایل امکان ناپذیر است، لذا الله متعال وسایل زندگی را در اختیار انسان قرار داد. وسائل زندگی همانا زراعت است، میوه هاست، آبادی است، آب و انهار است و همه چیزی که ما برای بقای حیات ما در روی زمین ضرورت داریم، رب ما امور را در اختیار ما قرار میدهد. بنان میگه ولقد مکناکم فی الارض، شما را جای دادیم در زمین، قدرت و سلطه دادیم در زمین به ای که استفاده بکن از این نعمت های آفریده شده الهی، و جعلنا لکم فیها معایش، و وسائل زندگی را هم در اختیارتان قرار دادیم. طبیعی است که یکی وسائل است که رب ما برای بقای حیات ما در زمین گذاشته است که او در اختیار ما نبود، بلکه رب ما به ما آفریده است. معادن را رب ما آفریده است که ما به چی ضرورت داریم، جنگل ها را، میوه ها را، گندم را، آب و انهار را، ایرا رب ما به عنوان وسائل بقای حیات ما در روی زمین گذاشته است. بعد دیگر نعمت هایی است که او را باید ما به اساس توانایی علمی خود و با کار گرفتن قدرت و توانایی استعداد خود او را به خرج بدیم تا یک زندگی بهتر را بر خود داشته باشیم. بنا نوع دوم وسائل کسبی بنده بود، انسان باید او را کسب بکنه، مانده جور کردن کشتی ها است، وسایل معیشت است. هیچ دار در اختیار ما است، ما هر قدر توانای خود به خرج بریم بهتر میتونیم آرام زندگی بکنیم. در برابر از این نعمت رب ما قلیل ما تشکرون، کمتر سپاسگزاری میکنیم. ما بر شما در زمین جای دادیم، تسلط و حکومت دادیم و وسایل حیات را براتان آفریدیم. در برابر از این نعمت تمکین شما باید شکر بکشین، ولی قضیه قلیل ما تشکرون، کمتر سپاسگزاری میکنید.
سپاسگزاری تنها معرفت انعام نیست، یعنی اگر انسان تو بشناسه که پروردگار سر ما رحم کرده است، ما را آفریده است و آنها را بر ما آفریده، میوه ها را بر ما آفریده، و باز همه قبول که خداوند متعال خالق همه چیز، کم خلاص. نه، از یک طرف باید عطا کننده را بشناسیم، انعام دهنده را باید بشناسیم که رب ما است. از طرف دیگر با کاربرد این وسائل، با کاربرد ازی و در اموری که سبب کسب رضای خداوند متعال شود، این را شکر میگوید. یعنی شکر تنها به زبان نمیشد که بگوی شکر شکر شکر، و نعمت ها را طورش که شایسته است که سبب رضای خداوند متعال شود او را به کار نبریم. قلیل ما تشکرون، پس بسیار کم مردم سپاس الله را ادا می کند. یک تعداد متاسفانه اصلا سپاس عطا کننده را به عنوان اقرار هم نمی کند. و شما ببینید که چقدر مردم در روی زمین قرار دارند، میگه اصلا خدا نیست، آزن الله. پروردگار عظیم را از زندگی بیرون می کند. یک تعدادی که باز می مانه که نصف دیگهش می مانه، او میگه که نه الله است، باز با پروردگار عظیم چی میکنه؟ شریک مقرر میکنه، خدا کنه و فلانه کنه، فلانه میته و فلانه میته، به این شکل سپاسگزاری را نفی میکند. یک تعدادی که توحید را میپذیرد میگه که الله خالق و مالک و متصرف و نعمت دهنده است، متاسفانه که این نعمت را جهت کسب رضای الهی به کار نمیبرد. پس نتیجه میشد که قلیل ما تشکرون، اندک سپاس گذاری می کند. یادآوری از نعمت آفرینش آدم علیه السلام و نسل ذریهش نعمت دیگری است که در حقیقت در زمین و خلقت انواع وسائل معیشت با او تعلق می گیرد. چیزی با می فرماید ولقد خلقناکم ثم صورناکم، و البته ما شما را آفریدیم، ولقد خلقناکم، ما شما را آفریدیم، سپس شما را به صورت دادن آدم صورت بخشیدیم، باز احسن تقویم بهترین صورت را برای شما دادیم. ببین استاذا، یقیناً که اگر ما متوجه شویم این مخلوقات خدا را تو پیهم بگذاریم، چهره مقبولی که الله متعال برای انسان بخشیده است به هیچ مخلوق دیگری نداده است، و واقعاً کمت احسن تقویم و بهترین صورت آراسته شده است، این دیگه نعمت است. و هر تعبیری که انسان ببینه تعجب میکند، و یقینا جای ازی است که انسان باید این قضیه را بپذیرد. اینجا اگرچه مخاطب فرزندان آدم علیه السلام است، ولقد خلقناکم، شما را آفریدیم، ثم صورناکم، با صورت بخشیدم شما را، طبیعی است که مراد حضرت آدم علیه السلام است. و قضیه ای که به جمع ذکر میکند، زیرا حضرت آدم علیه السلام با کل زوریش مورد خطاب قرار میگیرد، و احسانی که به پدر میشود و او احسان ادامه داشته باشد، در حقیقت به کل ما شما تعلق میگیرد. پس خطاب در خلقناکم به صیغه جمع به سبب آمده است که آدم علیه السلام اب البشر است، پدر بشر، و نعمت برای از اون نعمت برای ماست، خصوصا که این نعمت ادامه دارد و هر کدام ما را میبینیم که به احسن صورت آفریده شدیم. بعد تذکر از تفضیل و تکریم میکند. یک دفعه آفرینش است، احسن و تقویم، یک تکریمی است که خداوند متعال کرد. بعد انسان را جایگاه هم میدهد و بلندش هم میکند، فضیلت هم برش میبخشد، میگه ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، باز جهت تکریم و اعزاز امی انسان ما دستور دادیم برای ملائکه اسجدوا لآدم، سجده کنید مر آدم علیه السلام را، آدم علیه السلام را سجده بکنید. سجده اصلش از نظر لغت مطلق انحناست، مطلق سر را هم تو پایین میکنی شامل سجده است. انتهایش وضع الجبهه علی الارض، گذاشتن پیشانی بر زمین است، انتهایش است. از این خاطر است که اگر در نمازهای تراویح دیده باشین، همه سجده تلاوت را بعضی قرای ما در رکوع میکنن، یعنی در موج ختمش میکنن. علتش امیزه، میگه سجده چیست؟ مطلق انحناست، وقتی بانیت توأم شود خلاص میشود.
به امی مناسبت است که در شریعت ما به هیچ کس در جهت رسم تعظیم سر خود را پایین نمی کنیم و اجازه نمیدیم. چرا اجازه نمیدیم؟ این سر پایین کردن در شریعت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم برداشته شد. روز رسول ما صلی الله علیه و سلم تیر می شد، اقوام را مشاهده کردن اصحاب کرام که برای بتایشان سجده می کردن. اینا گفتن که یا رسول الله، تو به مراتب مراتب از این بتا کده به ما رحیم تر و مهربان تر و دوست داشتنی تری، پس به ما هم اجازه بده که به تو چی کنیم؟ سجده بکنیم. رسول علیه السلام گفت که نه، اگر سجده به غیر الله به کسی جواز می داشت که سجده تکریم و اعزاز باشد، این سجده اعزاز و تکریم را یک زن بر شوهرش میکرد. پس در این موضوع چی شد؟ که زن هم جهتی هر قدر شوهر خود دوست داشته باشه و اکرام و اعزاز بکنه، سجده برش نمیکنه. به این نواواست. پس سجده را تقسیم کردیم به دو بخش. یکی سجده اکرام و اعزاز و تکریم شد، یکی سجده عبادت شد. سجده به معنای عبادت و گردن گذاشتن جهت از اینکه جانب مقابل را معبود خود قبول بکنی، این در شریعت اسلامی و در شرایع من قبلنا حرام بود و ناجایز بود. یکی سجده اعزاز و تکریم است که در شرایع من قبلنا اون جواز داشت، ولی در شریعت ما اون همچی شده؟ منع شده. ما اجازه ای زیر نداریم. پس سجده ای که به حضرت آدم علیه السلام شده چند توجیه پیدا می کند. یک توجیه ای است که سجده به الله متعال شده. حضرت آدم علیه السلام قبله قرار گرفته، مثل که ما به کعبه سجده می کنیم، خود سجده را خود به کعبه نمی کنیم. سجده در حقیقت وسیله چی ماست؟ اما توجه ما است. نظم ما را حفظ می کند، نظم را برای ما می دهد. حضرت آدم علیه السلام چی شد؟ مسجود قرار گرفت به عنوان قبله. سجده برای کی شده؟ به الله متعال. دوم، بله سجده شده به حضرت آدم علیه السلام و این سجده سجده تکریم بود، سجده اعزاز بود، نه سجده عبادت که در شریعت های قبلی جواز داشت، در شریعت ما امو هم ناروا هست. ثم قلنا للملائکه اسجدوا، سپس به فرشتگان گفتیم که به سوی آدم علیه السلام چی کنید؟ سجده کنید. وقتی که رقم گفتیم لی آدم، یعنی به سوی آدم علیه السلام سجده کنید، نه به آدم علیه السلام. این مراسم احترام و اکرام او را به جا بیارید و جایگاه از او را گرامی بدارید. فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین، پس جز ابلیس همه آنها سجده کردند، او از سجده کنندگان نبود و جز ابلیس همه سجده کردند. یعنی چقدر ملائکه‌ای که بودند در او، همه برای حضرت آدم علیه السلام سجده احترام و تکریم را کردند و او را به عنوان قبله خود قبول کردن. فسجدو، پس سجده کردن، الا ابلیس، مگر ابلیس. ابلیس سجده نکرد. الله متعال شیطان را آفرید از نسل جن و خود تصریح به این میکنه که او کان من الجن ففسخ عن امر ربی، از قبیله جن و از گروه جنیات بود و جنیات را رب ما آفریده است از آتش. این را از آتش آفریده است. انسان را آفریده است از خاک. به اساس از این تینتش نوع غرور دری جا داده شده بود که به اساس زیاد عبادتش، تواضعش و جایگاه علمیش این را بلند کرد، بردش در قطار ملائکه قرار داشت. به این معنا که علم یک ظرفیتی است که در پهلوی هر کس قرار میگیره، طبیعتاً او را بلند میبرد. شما میبینیم که بسا از مردم را میبینیم از نظر خانوادگی بسیار افتیدند، ولی هرگاه علم را پیدا کردند، علم او را ظرفیت میده و بلندش میکند. این خاصیت علم است. مثل که اگر خواسته باشی نخواسته باشی، شما مرچ را بخورین دهنتان تلخ میکنه. خاصیت شما طور است. خاصیت علم ایست که هر کی باشی تو را بلند میکند. شیطان را علم و فهمش، درکش بلندش کرد، این را در قطار از این ملائکه قرار داد. بعد به عنوان از اینکه همه تان دعوت هستین، طبیعتا این هم شامل از این امر الهی شد. ملائکه سجده کردن به آدم علیه السلام،
سجده احترام و تکریم یا سجده به عنوان قبله. شیطان علیه لعنه غرورش وادارش کرد که سجده نکند. لم یکن من الساجدین، نبود از سجده کنندگان، نبود از جمله سجده کنندگان. خب این در علم خداوند متعال قبل از این بود که یه جمله کسایی هست مطرود است. بعد الا ابلیس، مگر ابلیس، ابلس یا ابلیس ای به معنای کسی که ناامید می شود از رحمت خداوند متعال. در اینجا اینمی ناامیدیش که دیگه مرا خدا نمی بخشه، خدا هم امتو کتش کرد دیگه، الله او را مورد عنایتش قرار نداد. چه تفاوت های عجیبی است. شیطان وقتی که ای گفت که انا خیر منه، خلقتنی من نار و خلقته من طین، ما خواهدی که بهتر تر هستم، من را از آتش آفریدی و ای را از خاک آفریدی، برتری ما معلوم است. امیره که گفت رفت به طرف انحطاط و بدبختی و هر کسی کبر می کند با نتیجه شیطان منتهی می شود، خامخا او را در پایش خواهد گرفت. بعد ماجرای مخالفت ابلیس از دستور خداوند متعال شرح می دهد. قال گفت ما منعک الا تسجد اذ امرتک. الله گفت برش چی چیز تو را مانع شد از اینکه سجده کنی انگامی که تو را دستور دادن، دستور برد دادن که سجده کنید، چی مانع شد؟ مقتضای ما منعک ای بود که ان تسجده گفته می شد، ولی حرف نهی یعنی لا بر تسجده داخل نمی شد، زیرا معنای آیت را بگه چی چیز تو را از سجده کردن باز داشت. و اگر ظاهر آیه را در نظر گرفته معنا کنیم، معنایش تو می شود که چی چیز تو را از سجده نکردن باز داشت، معنای تو می شود، در حالی که مطلب قرآن معنای دومی نیست. پس در تعلیل ای که در الله تسجده یعنی همراه با حرف نحوی آمده است، علمای نحو اتو می کند. یک نظر میده که لا در لا تسجده زائد است. قال ما منعک، چی تو روا داشت؟ الله تسجده اذ امرتک، این که سجده نکنی هنگامی که برات دستور داده شد. بناهن لا را چی بکنین؟ زائد بگیرین. در زبان عربی قاعده ایست که هر قدر که حرف بیشتر در یک کلمه باشه معنایش مستحکمتر و قویتر است. پس خصوصا گاه گاه تأکید در زبان عربی بلا می آید و بسیار زیاد رایج است در قرآن کریم، از جملش در ایجا هم شده. بناهن توجیه اول امیز که لا در لا تسجده زائد است و هدف آن تأکید معنای جهد در لم یکن من الساجدین است. تأکید میکنه او لم یکن من الساجدین، هرگز نبود از جمله سجده کنندگان. توجیه دومیز که حرف نف در لا تسجده زائد نیست، بلکه ما منعک به معنای قال لک است، قال لک یا متضمن آن است که توجیه تو می شد. من قال لک الا تسجد اذ امرتک بالسجود، که تو را دستور داد به اینکه هرگاه ما بر دستور سجده دادم تو سجده نکنی. کی بر تو دستور داد که در مقابل دستور ما دستور او را قبول کردی و پذیرفتی؟ و معنای سوم می شه که منعک به معنای دعاکه شود، تقدیر تو میکنم ما دعاکه الا ان لا تسجده، یعنی چی تو را واداشت که سجده نکنی. این دعاکه را به معنی ما منعکه به معنی دعاکه ترجمه شود. و آخری توجیه تو هم میکنن که بخشی از کلام نظر به آن که بقیه کلام به آن دلالت دارد حذف شده. در اصل تو که ما منعکه من السجود فاحوجک الا تسجد، پس جمله فاحوجک ذکر نشد و نظر به این معنا که سامعین الا ابلیس لم یکن من الساجدین حاصل نمود اکتفا کردند، به مو اکتفا شده است. پس در سوره صافات آیه 75 هم همین رقم میخوانیم که قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. ابلیس، ای ابلیس، چی چیز تو را باز داشت از اینکه سجده کنی برای آنچه که من به دست خود او را آفریدم؟ چی چیز تو را باز داشت؟ چرا چنین کاری کردی؟ شیطان اول بد
طریقه معارضه میگه که قال انا خیر منه، ما خاصی که بهترتر هستم، انا خیر منه، ما از که بهترتر هستم، بنان سجده نکردم. و با گفتار باطل به قیاس شبه متوسل می شود، به این متوسل می شود. چی تو میگه؟ خلقتنی من نار و خلقته من طین، خلقتنی من نار، مرا از آتش آفریدی. خاصیت آتش چی است؟ بلند پروازی و کبر و غرور و سوختاندن است. و خلقته من طین و او را از خاک آفریدی. عنصر آتش فوق عنصر خاکی است، از خاطر سجده نمی کن. بنان بعضی از علمای سلف میگه که خلاف قیاس، خلاف قیاس و از مقتضای قیاس که خروج میکنه، او شیطان علیه لعنه است. اول بار امیاز باطل را و ناروا را و غلط را او در حقیقت گذاشته است و مبنای قیاس فاسدش هم امی است که در دنیا بدعت نیست مگر اینکه ناشی از قیاس فاسد میشه، هر بدعتی که بوده باشه. و این قیاس فاسد را ایره شیطان علیه لعنه کرده است. وجه باطل ای که عنصر خاک از آتش، عنصر خاک از آتش بهتر است، زیرا خاک سکون و وقار دارد، اما در آتش تیزی و سلوکی و بیوقاری طبیعی دیده می شود. اگر بالفرض آتش اصل و بهتر باشد، ولی گاهی که در فرع آن خصوصیاتی به وجود می آید، طبیعی است که او بلندتر و قویتر می شود. پس وقتی که خدا انسان را از خاک آفرید، باز میگه بیدیه و دست خود آفریدم، جایگاه بلندی را پیدا میکنه، نباید چون قیاس میشد. بعد در صحیح مسلم حدیثی داریم که رسول ما صلی الله علیه و سلم میفرماید که خلقت الملائکه من نور، الله متعال ملائکه را از نور آفرید، و خلق الجان من مارج من نار، و انسان و جنیات را الله متعال آفرید از آتش آمیخته با دود سیاه، و خلق آدم مما وصف لکم، و الله متعال انسان ها را آفرید از آنچه که بر شما توصیفش کرده که همان خاک است. بعد از اینکه چنین گپ را شیطان گفت که من از او که بهترتر هستم، از او خاطر سجده نکردم، من از آتش آفریده شدیم، او از خاک آفریده شده، و این قیاس باطل را خود را شروع کرد. قال گفت الله متعال فهبط، فهبط منها فما یکون لک ان تتکبر فیها، از آنجا پایین شو. برش گفت که پایین شو، سزاوار نیست که در آنجا تکبر بکنی، جایی که تو در این مقام قرار داری یا پایین بیا، فهبط پایین بیا. بعدی که بهشت دارای جایی که است طیبین و طاهرین است، تی دیگه از جمله خبسا و از جمله اشراری، پس ای جای برای تو نیست، فهبت پایین شو از این مقام و منزلت طاهره. فما یکون لک انت تکبر فیها، سزاوار نیست که در آنجا تکبر بکنی، جای جای متکبرین نیست. و علتی که بهشت دایر طیبین است، فخرج انک من الصاغرین، پس بیرون شو که تو از جمله زلیلانی، از جمله خارانی. پس جزای تکبر چه شد؟ ذلت. کبر چی را گفتم؟ غرور و بلندمنشی، مقامی که لایقت نیست او را ادعا بکنی. نتیجه چی می شود؟ ذلت و خاری. فخرج، پس بیرون بشو، اینک من الصاغرین، یقینا تو از جمله ذلیلانی، از جمله خارانی. انگامی که الله متعال ابلیس را از مقام و منزلت جایگاه ملکی که پیدا کرده بود و به طرف خصاصت و حقارت راندش و بیرونش کرد، یک بار شیطان نگاه استفاده می قال گفت انظرنی الی یوم یبعثون، تا روزی که برانگیخته می شوند مرا مهلت بده. قال گفت فانظرنی، پس مهلتم بده ای پروردگار، الی یوم یبعثون، تا به روزی که انسان ها بار دوم برانگیخته شوند از قبرهایشان، تا به اون روز مرا نگاه بکن و مرا از دنیا مران. این آیه قضیه را در سوره حج، در سوره صافات، صاد، در اینجا تذکر میدهد که چرا مرا بان و علت باندنش هم ذکر میکند. فانظرنی الى یوم یبعثون، یک جا میگه الى یوم الوقت المعلوم، در یک جای وقت معلوم مرا بگذار. الله هم جواب میده
قال گفت انک من المنظرین، الله گفت تو از مهلت داده شدگانی، تو از جمله مهلت داده شدگانی، تا به روز قیامت گفتی ما را بگذارین، بس بوده باش. هرگاه از رحمت پروردگار ناامید شد و درخواست ماندنش هم اجابت شد، آل دیگه همون چیزی که در دلش از او را بیرون میکنه، قال گفت فما فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقیم، بدان سبب که مرا گمراه کردی من البته به سر راه راست تو در کمین آنان می نشینم، به سر راه راست تو در سر کمین می شینم. از این بعد هر انسانی که وارد می شود شکارش می کنم. شما می بینید کمین خو جایی است که کسی دشمن خود را نمی بینه، متوجه هم نیست که دشمن است و کاملا در حالت بی‌دفاعی حرکت میکنه، ناگهان مورد اصابت قرار میگیره. شیطان هم فبی ما اقویتنی، پس به سبب ازی که مرا گمراه ساختی، به خاطر از اینها مرا بدبخت سازی، خوار و ذلیلم ساختی، لأقعدن لهم صراطک المستقیم، به سر راه راست تو در کمین آنها می نشینم و جایگاه خود برش میگیرم. رسول ما صلی الله علیه و سلم در حدیث که امام نسائی در کتاب جهاد روایت میکنه میفرماید که شیطان میگه با ساز و برگش در پیش روی هر انسان حاضر میشود. یک دفعه برش میگه که ای ایمان میاری و ای دین پدر و پدرکران ایر کلش ایلا میکنی، امی تشویش برش پیدا میکنه. ورگه که فعصاه و فعصلم، شیطان مسلمان و انسان نافرمانی شیطان را کرد و ایمان آورد، باز برش در رای ایمان آورد هجرت میه، در رای هجرت برش میشینه که چی میکنی؟ حالا تو خانه تیلا میکنی؟ ای زمین تا ایلا میکنی؟ بعد از او باز هم مسلمان هجرت میکنه و شیطان را میگذاره در رای، باز میره در جای در رای جهاد، در اوجه درایش میشینه و برش میگه جهاد میکنی؟ کشته میشی؟ اولادایت یتیم میشود؟ زن دیگه کس با نکاه میگیره؟ چی دیوانه شدی که این کار را میکنی؟ بس به این شکل برش وسواس میکنه، وسواس برش میکنه. شیطان را باز این مسلمان میراند و در راه جهاد مبارزه میکنه. رسول علیه السلام بعد از این میگه که فمن فعل ذلك كان حقا على الله عز وجل ان يدخله الجنه، ارگاه یک مسلمان برخلاف رضایت شیطان ایمان آورد، برخلاف رضایتش هجرت کرد، برخلاف رضایت جهاد کرد، این کار کرد، میگه در نتیجهش خداوند متعال بر ثابت میکنه از اینکه ای باید در جنت داخل شود، در جنت داخلش میکنه. پس شیطان ببینید که در سر رای چی ایمان نشسته، در رای هجرت نشسته است، در رای جهاد نشسته است، بعد در رای انفاق میشینه، در رای علم میشینه، در رای صلح میشینه، در رای خیرخواهی میشینه. در هر کاری که شما میکنین شیطان فورا برات میگه با ما جلده که پیسه رو بخواهیش که ایره در رای خدا بودی، باز میگه فقیر میشی، باز میگه امین نفرم اهلی ازی است که تو کمکش بکنی، باز بزرگ برد میکشم و وادارت بکنه که این کارا نکنی. هر خیری که شما بکنین شیطان علیه لعنه در سر رایتان میشینه، لأقعدن لهم صراطک المستقیم، خامخواه در هر رایی که نیک است و مقبول است در اوجا میشیند و موانعی را ایجاد میکنه. در سوره حجر قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین الا عبادك منهم المخلصين. در سوره حجر آیه 39 و 40 امیر میخوانم که پروردگار به سبب ازی که مرا گمراه کردی به خاطر امین انسان ها ما برش آراسته میکنیم در زمین آنچه که سبب دوریشان از حق شود، یعنی گناه را برش مقبول میکنیم، تجاوز را برشان مقبول میکنیم، رشوت خوری را برش مقبول میکنیم، رفتن به طرف مال حرام را برش مقبول میکنیم، هر کاری که در او گناه هست او را مقبول و مقبولتر برش میکنیم. ولی یک نکته میگه الا عبادک منهم المخلصین، ولی به بندگان مخلص تو چنین توان را نخواهیم داشت و ایره خداوند متعال از پیش میگیره. از این خاطر است که ما در زندگی که داریم همیشه یک حنینی در دل ما پیدا میشود، یک آواز، یک
تق تق پیدا می شود که اینی کار خیر از پیش می رود بیره بگی. سان ما این وقت نماز بیایه، هر قدر که شما به تفاوت باشین خود با خود یک جرقه برد می ده که وقت نماز است. یا با مجرده که شما دروغ بگوین اما لحظه که میگی یک تک برد می ده که عمر بگه امی گفت سهی نبود. غیبت میکنی فورا یک تک برد میده که چی که دی غیبت چرا شروع کردی. هر کار غلط و زشتی که انجام میتین فورا شما یک شور میخورین و شما یک بیداری داده میشود و این بیداری بیداری چی است؟ ملکوتی است که انسانهای مخلص را خداوند مطالبه همچه قضیه و را بلند میکند و مطابق همین توانایی دینی یک انسان همین القاعات رحمانی بیشتر و بیشتر شده میرود. یعنی قضیه شیطان کنار گذاشته می شود، در هر جا خداوند متعال تو را حمایت می کند. سپس شیطان استراتژی خود را در نحوه گمراه ساختن انسان ها بیان می کند. ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم. سپس از پیش رو و از پشت سر و از طرف راست و از جانب چپ با آنها می آید. از هر طرف یعنی می آید، از هر طرف برشان می آید. یعنی تو چیزی که انسانی که بر هر طرف برود ما در کمینش از امو طریق برش میایم. ثم لآتینهم من بین ایدیهم، بس از پیش رو برش میایم. یعنی معنا چی؟ ای تو یک زمینه گمراهی رو برت مساعد میکنه که در راهی که تو روان هستی در امو را انسانای فاسده که غلطی میکنه امو را بر تو نمونهش پیشنهاد میکنه. به طور مثال معرض میکنم ما میخواییم که کشوری آزاد داشته باشیم، مستقل داشته باشیم، با پای خود داشته باشیم، علیه استعمار مبارزه بکنیم، خارجی ها را از کشور خود بیرون بکنیم و یک کشور مستقل و آزاده ای را بر خود ضمانت ببخشیم. باز وقتی که میریم که او ببین این مردم به نام خدا چی کاری کردن؟ جنایت کردن، دزدی کردن، فلانه کردن، فلانه کردن، یک گمکو دیگه نمیشود اندار. دیگه بگذار که می استعمار بوده باشه و ما باشیم، دیگه سر تعظیم را به استعمار پایین میکنیم. ثم لآتینهم بین ایدیهم، نمونه هایی که دورا تو پیش میری او را بر تو پیش میکنه. یعنی میگی کلان هایتان هستن اینا، این تو چیه زمانت داری که تو نمیشی؟ صحیح شد. بنان از جهاد دست بردار، از مخالفت با استعمار دست بردار، تسلیم شو دیگه برش. ثم لآتینهم بین ایدیهم، این رقم نمونه برد میده و شکست ها را بر تو نشان میده، اینجا شکست خورد، اینجا شکست خورد، اینجا شکست خورد، چی میکنی پشت دیگه پا میری؟ در این آیت از جمله جهاتی که یک جهت تحت را ذکر نکرد، از این وجه که وسوسه که جهت وسوسه نیست، تحت جهت وسوسه نیست و فوق را ذکر نکرد، جگه که یقین داشت که پروردگار عظیم بالای ما هست. دیگه هم اطراف را گره، هم اطراف را گره. بعضی علما میگه شیطان که متکبر است که تحت را ذکر نکرد، میگه غرورش ایجاب نکرد، غرورش هم ایجاب نکرد، ولی نتیجه فعالیت ها را بیان میکند. ولا تجدوا اکثرهم شاکرین، و به سبب این وسوسه ها بیشتری آنها را سپاسگزار نخواهی یافت، بیشتری از اونها را سپاسگزار نخواهی یافت. چرا ما وسوسه میکنیم؟ این وسوسه نتیجه خودم میده، در نتیجه وسوسه هایی که ما انجام میتم ولا تجد اکثرهم شاکرین، نخواهی یافت اکثرشان را سپاسگزار نعمت خودت. قرآن کریم در سوره مبارکه فاطر یک تعبیر جالب میکند، انما یدعو حزبه لیکون من اصحاب السعیر، انما الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدو، شیطان دشمن شماست و با دشمنی او را بگیرین. انما یدعو حزبه لیکون من اصحاب السعیر، بس لشکر خود فرا میخوان تا از درگران آتش باشند. قرآن کریم ادعای از این که میگه که ولا تجد اکثرهم شاکرین، جای دیگری در سوره سبع او را بیان میکنه، ولقد صدق علیهم ابلیس ظنه فاتبعوه الا فریقا من المؤمنین، و شک نیست که ابلیس گمان خود را در برابر آنها راست گردان، بس راست کرد، اما تو اکثر این مردم متاسفانه طوری که شایسته است ایمان نمیارن. ولی ما چی کنیم؟ چی کنیم که از شر شیطان خلاص شویم؟ تو کدام چیزی هست که شیطان نتاند بر ما کامیاب شود؟ رسول ما صلی الله علیه و سلم برای حفاظت ما شما
عدیه معصور را نشان داده است. یکی از جمله عدیه معصوری است که امام ابو داود در کتاب ادب را برای ما شما از رسول ما صلی الله علیه و سلم نقل میکنه که مبارک میفرما: اللهم اینی اسألک العافیه فی الدنیا والآخره. پروردگار ما از تو عافیت را میخوایم، هم در دنیا و هم در آخرت. اللهم اینی اسألک العفو والعافیه فی دینی و دنیای و اهلی و مالی. خدا از تو عافیت میخوایم، هم در دنیایم هم در آخرتم، هم در خانوادهم و هم در مالم، عافیت که مورد گزند شیاطین قرار نگیریم. با میگه اللهم استر عوراتی و آمن و روعاتی. پروردگارا گناه های مرا خستر بکن و بیم و حراس مرا ایمن بگردان. این باید بگیم: اللهم احفظنی من بین یدی و من خلفی و عن یمینی و عن شمالی و من فوقی و اعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. این رسول ما صلی الله علیه و سلم برای ما شما جهت حفاظت از شیطان برای ما شما تعلیم داده است. پس در کل اگر ما از کار صبح و شام را بخوانیم، یقینا که بهترین وسیله دفاع ما در مقابل شیطان علیه لعنه است. باز هم خداوند متعال فرمان خروج از او را صادر میکنه: قال خروج منها مذموما مدحورا. گفت ذلیل رانده شده از آنجا بیرون شو. شیطان علیه لعنه ببینید پیش آمد، اتو کرد کل کاری که کرد. پروردگار چی میگه؟ قال، گفت اخرج منها، بیرون شو از این مقام، جایگاه عظیمی که تو فعلا گرفتی، مذموما مدحورا، رانده شده از آنجا و ذلیل. بیرون شو. مذموما نکوهیده، ماخوذ از ظام یا ظام و ظمن، نکوهش دیده بسیار زیاد. مدحورا دهره به معنی راندن و ترد است، دیگه مطرود استی از اینکه در همچه مقام باشی، در همچه منزلتی بوده باشی. الله متعال در برابر این سوگندی که شیطان علیه لعنه گفت که بخرج منها مذموما مدحورا لمن تبعك منهم لأن جهنم منكم اجمعین، سوگند یاد میکنم که هر کسی از آنها تو را پیروی بکنه، البته دوزخ را از همه شما پر خواهد کرد. هر کسی از همین انسان که ما او را مسجودی کی قرار دادم؟ ملائکه قرار دادم و تو را به خاطر همین انسان ها مطرود و مذموم بیرون کردم. حال همین انسان که دشمنی تو را دشمنی نگیرد و پیروی تو را بکند، لأملأن جهنم منکم اجمعین، دوزخ را پر میکنم از همه شما، همش از انسانایی که پذیرفتن پیام تو را و هم از لشکر شما. بعد قرآن کریم تکریم آدم علیه السلام را تذکر میدهد با قضیه جنت: و یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه فکلا من حیث شئتما. گفت ای آدم، تو و همسرت در بهشت سکونت پذیر شوید، از هر جا که می خواهید بخورید. با آدم علیه السلام او را شیطان را خود بیرون کرد. بعد گفت هر کیش پیام شیطان را پذیرفت وارد دوزخش می کنه با شیطان یک جا. تکریم می دهد حضرت آدم علیه السلام را: یا آدم و ای آدم، اسکن سکونت گزین، انت تو و زوجک و همسرت، الجنت در جنت، فکولا بخورید من حیث و شئتما، از هر کجا که میخواهید. ولی ولا تقرب هذه الشجره، به این درخت منهیه نزدیک نشوید، فتکون من الظالمین، پس از ستمگاران میگردید. به این درخت نزدیک نشوید، دیگه این جنت از شما. این قضیه در سوره مبارکه بقره هم گذاشته، ولی یک مختصر تذکر بتون که مراد از جنت، علما اختلاف دارند. داری جمهور علمای اهل سنت و جماعت میگوید که مراد از جنت، جنت خلد است، جنتی که فعلا از در غیب است و در آسمان هاست. حضرت آدم علیه السلام بعد از امتحانش، بعد از اینکه مسجود ملائکه قرار گرفت و این قضیه یک طرفه شد و شیطان رانده شد، تکرمن پروردگار عظیم
حضرت آدم علیه السلام را با همسرش با جنت خلد برد. در اوجا شیطان نگذاشتش و وسوسه ایجاد کرد و برش گفته بود که در اینی درخت نزدیک نشو که جمله زیانکاران میشی، در اینجا داخل نشو، کتزی درخت استفاده نکن. شیطان در امی جا وسوسه به اشکال مختلف برش انداخت و راه ها را برش جستجو کرد که ببین من خواه یک نصیحت کننده به تو هستم، اگر از این درخت استفاده کنی همینجا بیمونی بیمونی، پس این جنجال ها و این امتحان ها چی میکنی بر خود غم میخوری. یا برش گفته بود که این درخت و منهی است در وقتی که تنها تو استفاده بکنی، اگر خانمت از برای یک جا استفاده بکنی مشکل نیست. این نقطه رو بررسی کرد و به اشکال مختلف وسوسه ها دیگه انداخته شد دل حضرت آدم علیه السلام. یک نظر دوم ایست که مراد از جنت در حقیقت باغ و بستان مقبول است، یعنی زندگی آرام و مطمئن و با همه خوبی هایش و همه تنعاماتش. الله متعال حضرت آدم علیه السلام را میگه آفریده در زمین تا خلیفه خدا در زمین باشد. ارگا مسجود ملائک قرار گرفت و تعلیمی که الله متعال برش داد او را بازگو کرد برای اعزاز و تکریمش، که قبلا گفته بودم که علم خاصیتش ظرفیت دادن و بلند کردن مقام است. با مجر فتلقا آدم من ربه کلمات و علم آدم الاسماء کلها، حضرت آدم علیه السلام همه نام های هر چیزا را از وسائل را وقتی گرفت علم پیدا کرد. علم که پیدا کرد خداوند متعال در نتیجه علمش یک جای آراسته و مقبول و زیبا را در عدن، فلسطین یا کرمان، همین جا را علما ذکر میکنه، میگه در اینجا یک باقی مقبول زندگی با خوب و زیبا را نصیبش کرد. ولی برش گفت که ولا تقرب هذه الشجره، به اینی درخت نزدیک نشو، اگر به اون نزدیک شدی فتکون من الظالمین، هر دویتان از جمله چی میشن؟ از جمله ستمگاران میکردید. بعد سر خود ظلم میکنن، به این معنا که از زندگی مرفه خلاص میشن، باز دیگه خودتان بر آبادی خودتان شروع بکنید. این طبقه علما میگه که مراد از جنت جنت خلد نیست، بعد از سوال و جواب و بعد از محاکمه انسان ها اوجا میروند، بلکه این باغ مقبولی بود در زمین که جهت آسایش خوبتر از ابتدا برای انسان داده شده بود. بنان میگه نتیجه چی میشود؟ نتیجه این که ما به تأویلات رو نمیاریم. پس وقتی که باغ در جنت شود، در دنیا شود، شیطان میتونه آزادانه مداخله کنه، وسوسه کنه، جنجال ایجاد کنه. و خدا آفرید انسان را در روی زمین، پس در زمین باید این کار بکنه. ارگاه ای در عدن در جنت خلد برود، در اوجا شیطان داخل شده نمیتونه، زیرا دار طیبینه، دار نیکوکار است. او جایی نیست که شیطان در اوجا بتانه توانایی خود را به خرج ببره. این نظر دوم را معتزله، امام ماتوردی و امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دار و جمعی از علمای امروز هم همی نظر را می بخشن. ولی جمهور علما می که نه، مراد از جنت به الفلام عهد است، میگه ای مراد از جنت خلد می باشد. وسوسه را زیاد میکنه، نیرنگ شیطان را و بیرون داندن حضرت آدم علیه السلام و از همسرش او را تذکر میدهد. فوسوسه لهم الشیطان، پس شیطان برای آنان وسوسه کرد. هدف این وسوسه را بیان میگه لیبدی لهما ما وری عنهما من سوآتهما، تا برایشان آشکار گرداند آنچه را که از عورتشان از آنان پوشیده بود. عورتشان از آنان بود پوشیده، لباس مقبول ایر از پیش بیرون بکند. بعد کیفیت مکر و وسوسه شیطان را هم توضیح می دهد و قال و گفت ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملکین او تكونا من الخالدین، پروردگارتان شما را از این درخت باز نداشته است، منع نکرده است، مگر به خاطر ای که شما دو فرشته یا از زمره جاویدان ها در رمی باغ شوید. فقط هدف دو چیز است. شیطان چی وسوسه کرد؟ الا ان تكون ملکین، اگر در باغ باشی ملائکه میشی، مقرب ترین مخلوق نزد خداوند متعال. پس بنان چی میکنی همی زندگی خاکی را؟ شما ملائکه شدین که اصلا نمارید، همیشه باشین.
این برش گفت. یا ای که میگه اگر از این استفاده کردی، خاصیت از این درختی است که خوردی دیگه از اینجا بیرون نمیشی. این انسان است دیگه، یکی از فطرت ما شما چی هسته؟ اما عجول هستیم، یکی از در فطرت ما عجین خودخواه هستیم، نمیتونیم که نعمت را فراموش بکنیم، عمیق نمیریم. بازم یه خو گفت، حضرت آدم علیه السلام نزدیک نشد، این کار نکد. و قاسمهما اینی لکما لمن الناصحین، برای آن هر دو سوگن یاد کرد که قطعا من از خیرخواهان شما هستم. و قاسمهما، وقتی که قسم خورد، اول بار است که نام الله گرفته می شود. دیگه حضرت آدم علیه السلام گفت که نام خدا را کسی به دروغ نمی گیرد، حتما در این خیر است. فورا دست کرد. در رابطه به قسم، گرچه یک بحث جداگانه، انشاءالله قرآن کریم را تذکر می دهد و در حدیث هم تعبیرات امیر می آین که هر کسی که زیاد قسم می خورد غالبا خوب مردم نیستن و به فسق نزدیک ترند. و این قسم خوردن ها دلیل بر ضعف ایمان است. رسول علیه السلام تصریح بر ما میکنه که لا تحلیفو، سوگن نگیرید، سوگن نگیرید. بعد میگه من کان حالفن فلیحلف بالله، کسی که سوگن میگیره باز به الله سوگن بگیره، باز سوگند شرکی را ترک بکنید که به سخی صاحب قسم بوده باشه، به ناموس ما قسم باشه، به خاک ما قسم باشه، به وجدان قسم بوده باشه، این نارواست. و رسول علیه السلام می فرمه که من حلف بغیر الله فقد کفر و اشرک، هر کس بغیر الله سوگن یاد بکنه کافر شده یا مشرک شده است. یعنی به همه شما ضروری است که این کار نکنه. شیطان که شیطان بود، باز هم میگه و قاسمه هما، به پروردگار باشون قسم میگیرد. شیطان نه به خود قسم گرفت، نه به چیزایی که مردم ما رواج دارد. وقتی که سوگند گرفت، حضرت آدم علیه السلام گفت که عظمت الله را خود دیگه، نام الله را کسی به دروغ گرفته نمیدونه، غلطی خود نمیکنه. فدلاهما بغرور، چیزی را که از بالا به پایین انداخته میشود او را دلوه میگیم. دلچه را ما چی میگیم؟ دلوه میگیم که از بالا بیش انداخته میشود. دلا یدلا دلیتن، چیزی را از بالا به پایین انداختن است. تدلیه و ادلا هر دو یک معنا دارد، یک معنا دارد. دلوش را از بالا و چا انداخت، پایین انداختش، معناش چی میشه؟ پس با نیرنگ و فریب آنها را از مقام والایشان فرود آورد. فدلاهما بغرور، آدم و حوا را به غرور و به فریب از بالا پایین انداخت، اما تش کرد به می قسم خوردن و به این تشبیشش. امام طبری رحمت الله علیه فدلاهما بغرور خدعهما بغرور، میگه یعنی شیطان آن دو را و سخن دروغ فریب داد و از مقام بالایشان آن دو را انداخت. نتیجه چی میشد؟ فلما ذاق الشجره بدت لهما سوءاتهما، پس انگامی که آن دو از درخت چشیدن، عورات برایشان آشکار شد، لباس جنت از پیشان افتید. فدلهما بغرور فلما ذاق الشجره، با مجره که چشید از او درخت، بدت لهما سوءاتهما، نتیجه اول چی بود؟ خرابی خود را، و که نباید میدیدن اعضای خود را خودشان دیدن. یعنی معنا چی شد؟ چقدر که انسان در عورت زندگی بکنه و حجاب را رعایت بکنه، با اما اندازه با شخصیت دارم و اهداف خود را که تعیین میکنم با او خوبتر میرسم. هرگاه انسان عورت خود را بگذارد و پایین بندازد، نتیجه سویی و بدی برش طبیعتا معلومدار و معلوم میشود. در این وقت که این اردو با افتیدن حجاب و آشکار شدن عوراتشان، طبیعی است که در اضطراب واقع میشود، در مشکل واقع میشود، سخت در حالت دشوار قرار داشتن. و طفقا یخسفان علیهما من ورق الجنه، و از برگ درخت جنت شروع به جمع‌آوری نمودند که بر اندامهای خود بچسبانند، یعنی عورت خود را توسط برگهای جنت چی بکنند؟ بپوشاند. یعنی نمیخواستند که سطر عورت را از دست بدهند، اما این عمل اضطراب و پریشانی آنها را دور نساخت. و ناداهما ربهما،
الم انهكما عن تلكما الشجره واقول لكما ان الشيطان لكما عدو مبين. و آنها را پروردگارشان آواز کرد و ناداهما ربهما، آیا من شما را از خوردن این درخت باز نداشته بودم؟ الم انهکما عن تلکما الشجره، شما را از این درخت منع نکرده بودم؟ برتان نگفته بودم که ولا تقربا هذه الشجره؟ و اقول لکما، و نگفته بودم بردویتان ان شیطان لکما عدو مبین، شیطان بردویتان دشمن است؟ این خطاب تثنیه را مردان آورده بودم. شیطان چی گفته بود؟ اگر تنها یک جایی بخوری باز از این گفت خلاص میشه. خطاب تنها برای تو بود، یک از چیش همی بود. الم انهکما، اشاره به نهی سابق، و اقول لکما، اشاره به آیه که در سوره مبارکه طه گذاشته، فقلنا یا آدم ان هذا عدو لک و لزوجک فلا یخرجنکما من الجنه فتشقا، نشه که اردویتان را از جنت بیرون بکنه و در بدبختی و در شقاوت قرار بگیری. ایره برشان گفت که آره شما را من نکرده بودم، رهنماییتان نکرده بودم، نگفته بودم که شیطان دشمن شماست. خب بعد تضرع آنها دوباره و بارگاه الهی، قالا، گفتند آدم و حوا، ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الصالحين لنکونن من الخاسرین. اردویشان را گفتن که پروردگارا، ما بر خویشتن ستم کردیم و اگر تو ما را نیامرزی و مهربانی به ما نکنی، البته جمله زیانکاران ابدی خواهیم بود. این اعتراف را میکنم اشتباه. فورا چی گفتن در قرآن که دیگه سوره چی میفرن؟ سوره بقره، فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم. انگامی که اینا عشق خود را ریختاندن، تواضع خود را کردن و گردن گذاشتن، پروردگار عظیم کلماتی که با واسطه از او بخشیده میشد او را نصیبشان کرد. کی کلمات امی چی است؟ قالا، اردو گفتن، ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. پس آدم و حوا نخست به گناه خود اعتراف کردن، نخست به گناه خود، ربنا ظلمنا، و حال لذار خود را بیان میکند. در مرتبه دوم چی میکنه؟ آمرزش میخواهد. در مرتبه دوم آمرزش. شیطان علیه لعنه چی کرد؟ اشتباه خو کرد، غلطی خو کرد، نگفت که ما غلطی کردیم و نه کلمات را گفت که سبب آمرزش قرار بود. پس ایجا فرق میکند. آدم علیه السلام یعنی اون چیزی که خاک است، به او تواضع است، فروتنی، عاجزی است، و هر کسی عاجز و فروتن باشد نجات پیدا میکند. اگرچه بعد از این درخواست توبه اینها پذیرفته شد، ولی با آنها مطابق سنت الهی اثر مرتبه خود را داد. من قبلا بر شما عرض کرده بودم، گفتم مرچ را که بخوری، این را اعتبار میگه که اشتباه کردی، خیر است، فکرت نشده بود بینن تلخ نمیشه دانت، خواهم خواهم مرچ را بخوری، ولو که به اشتباه خورده باشی، به صحرا خورده باشی، دهنت تلخ میکنه. خاصیتی خاصیت ایمی درخت امی بود که دیگه خوردیش در ایجا نمی باش، آنقدر خطرناک بود با مجرده که خوردن لباسشان افتید، با مجرده که خوردن نتیجهش امی بود. بنان قال، گفت الله، اهبطو بعضکم لبعض عدوم، فرود آید در حالی که بعض شما برای بعض دشمن خواهید بود، پایین شوید. آره شیطان را با انسان اردیش بیرون میکنم، من اگر با این شاید در حالی که اردیتان دشمن یک دیگر خواهید بود. بران بعد کم عدو اون بعد، این در حقیقت کی است؟ انسان دشمن با کی است؟ با شیطان. شیطان دشمن با کی است؟ با انسان. پس مراد بعد کم لبعد عدو شیطان چی میشود؟ انسان میشود. بعد علمه میکنه نه، پایین شویم در حالی که در اینوی جنجالی که قرار گرفته امی رقم خطا و اشتباه یک تکرار داده میشه. بنان گروه مؤمن با گروه کافر چی میشه؟ دشمن میباشد. یا طبیعتاً بعضان با بعض دیگری سرمی مسائل دنیا، سرمی چرک دنیا، سری مقبولی دنیا، یکی با دیگری دشمنی میکنه، سر چوکی و سر مقام و سر پول و سری چیزا دشمنی کرده بیسن. بعض برای بعضان چی میباشد؟ دشمن میباشد. خوی دشمنی که برای چوکی و برای چیزا کردن حتما پشیمانی دارد، حتما وقار و حیثیت خود را شما از دست میدین، دیگه چیز برای شما باقی نمیخواهد ماند.
در سوره فاطر آیه 6 میخوانیم ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما یدعو حزبه لیکون من اصحاب السعیر ولکم فی الارض مستقر و متاع الی حین. و شما را تا مدتی در زمین استقرار و بهرمندی است. یعنی تو نیست که شما پایین شوین دیگه این دنیا دار شما شد دیگه آخرت در کار نیست. نه تو نیست. ولکم برای شما ذریه آدم علیه السلام فی الارض در زمین مستقر آرامگاه است. آرامگاه چند روز؟ استقرار آرامگاه مدت معین را میگوید. ما در دنیا چی قصیم؟ مدت معین. خوب زندگی بکنیم و 100 سال خود ما بر خود ما نمره نمیدیم. 100 سال بعد دیگه ایجا نیست. بس برای شما در زمین استقرار و بهرمندی مدت معین است. از او بعد از این دنیا میری. بعد عالم برزخ است. بعد از عالم برزخ حساب و کتاب است و انشاءالله جنت. قال الله فرمود که فیها تحیون و فیها تموتون و منها تخرجون. گفت در زمین زنده گانی خواهید کرد و در آن خواهید مرد و از آن بیرون کرده خواهید شد. 3 نقطه بس میکن. فیها تحیون در این زندگانی میکنید و فیها تموتون در این میمیرید و منها تخرجون و از این بیرون کرده میشوید و دار دیگری که بیرون از زمین است در اونجا قرار میگیرید. و جنت الخلد در کجاست؟ بیرون از زمین. بیرون از زمین، بیرون از در اوجا قرار میگیرد. هرچی تا اینجا ذکر شد غایه تکوینی و بیرون شدن آدم و همسرش از جنت بود، اما غایه تشریعی که این بیرون شدن پیروی از دین و کتاب ها و آسمانی قضایی است که بعد اندرس قرآن کریم را مورد بحث قرار میدهد و تفصیلی این قضیه را در سوره طه هر دو بادشه، هم باد تکوینیشه و هم باد تشریعیشه شرح میدهد. خداوند مطال توفیق مزید دعای نهایت بکنه. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.